دوستان و همراهان عزیز کانال آموزش انگیزشی لیلا ماجویا سلام، من زهرا هستم و امروز کتاب فوق‌العاده ای رو براتون آماده کردم. من خودم و ما، کتاب زیبا اثر برایان لیدل. چگونه به درک عمیقی از رفتارها و شخصیتتان دست پیدا کنید؟ هر کسی در طول زندگیش احتمالاً از خود پرسیده که دقیقاً چه عواملی بر رفتارهای انسان تأثیر گذاشته و به شخصیت او شکل میده. علاوه بر این ممکنه که سوالاتی ذهن شما رو درگیر کرده باشه، مثلا اینکه چرا نمیتونید به احساس خجالت خودتون غلبه کنید؟ چرا تو فلان مهمونی اون رفتار احمقانه رو از خودتون نشون دادید؟ یا چرا قادر نیستین تو محیط کار با همکاراتون ارتباط برقرار کنید؟ ممکنه بارها و بارها تو آزمون‌های شخصیت شناسی مجلات شرکت کرده باشید و از خودتون پرسیده باشین که آیا نتایج این آزمون‌ها صحت یا اعتبار علمی داره یا نه. شاید شنیدین که نوع شخصیت فرد رو بیشتر از هر چیزی موقعیتی که تو اون قرار داره تعیین می‌کنه، اما در مورد درستی این مسئله تردید دارید. فکر می‌کنید که تست‌های شخصیت پیچیدگی و تنوع شخصیت افراد رو خیلی ساده تصور می‌کنن، یا اینکه بسیار ظالمانه است که شخصیت ما توسط شرایط بیرونی شکل بگیره. و در نهایت حس می‌کنید که به روش جدیدی برای درک خودتون و دیگران نیاز دارید. خلاصه کتاب من، خودم و ما این نوع پرسش‌ها رو به طور دقیق‌تری بررسی می‌کنه و با تکیه بر جدیدترین دستاوردها و تحقیقات علمی در مورد شخصیت شناسی به توضیح انگیزه های اصلی رفتار ما میپردازه، تا در نهایت به بزرگترین سوال ما تو این زمینه پاسخ بده، اینکه آیا رفتارهای ما تثبیت شدن یا این توانایی رو داریم که اونا رو تغییر بدیم. بحث رو با بررسی ابزارهای شناختی فرد برای درک خود و دیگران آغاز میکنیم، سپس به توضیح ویژگی ها، اهداف و تعهدات فردی و موقعیت هایی که در زندگی روزانه خود با اونها مواجه میشیم میپردازیم. ما در این خلاصه کتاب بهتون نشون میدیم که چطور این عوامل بر زندگی انسان ها تأثیر گذاشتن. دغدغه اصلی کتاب Me, Myself and Us یا همون من، خودم و ما، سلامتی، خوشبختی و معنا در زندگی انسانه، به خصوص این که چگونه شخصیت فرد بر جنبه‌های خوب زندگیش تأثیر می‌ذاره. استفاده از دستاوردهای علمی روانشناسی شخصیت در زندگی فردی کار ساده‌ای نخواهد بود، چون نمی‌تونیم روشی گام به گام و کاملاً مشخص براش تعریف کنیم. برای داشتن یک زندگی خوب باید هنر خوشبخت بودن رو یاد بگیری و روش منحصر به فرد زیستن رو ایجاد کنی. فصل اول، ساختار شخصی ما به رفتارهای ما جهت میدهد. همه ما با این توصیه که هیچ وقت چیزی یا کسی رو از روی ظاهرش قضاوت نکنید آشنا هستیم. اما انجام این کار همیشه به این سادگی که به نظر میرسه نیست. ما در طول روز بارها افراد رو بر اساس تأثیرهای اولیه، یعنی تأثیر اولین برخورد، قضاوت میکنیم. بیشتر از یک نوع تأثیر اولیه وجود داره. برای مثال تصور کنید که در یک رستوران هست و ناخواسته میشنوید که یک مشتری با پیشخدمت رستوران بی‌ادبانه صحبت میکنه. چه احساسی بهتون دست میده؟ ممکنه اون فرد رو بی‌ادب و بدزبون بدونید، یا شاید داستانی سرهم کنید که توضیح بده رفتار بد اون مشتری فقط به خاطر یک روز سخت کاری بوده و معمولاً اینطور پرخاشگر و بی‌ادب نیست. اما بیشتر افراد استدلال آسان‌تر رو انتخاب می‌کنن، اینکه اون فرد ذاتاً یک آدم بی‌ادبه. این راحت‌تره که به دیگران برچسب بزنید تا اینکه به دنبال داستانی بگردید که دلیل رفتار اونها رو روشن کنید. اگه شما هیچ نوع شناخت قبلی از اون فرد بد اخلاق در رستوران نداشته باشید، باید در صفت‌ها یا داستان‌هایی که به اون نسبت می‌دهید تردید کرد. یکی از معتبرترین یافته‌های علمی در این زمینه این است که ما تمایل داریم به دیگران برچسب بزنیم، در حالی که اعمال خود رو بر اساس موقعیتی که در اون قرار داریم توضیح میدیم. بنابراین عادلانه نیست که یک ویژگی رو تنها بر اساس یک موقعیت به کسی نسبت بدیم. به عبارت دیگه، ما در زندگی روزانه خود بر اساس اطلاعات بسیار محدود
فرضیاتی رو مطرح میکنیم و وقایع رو طوری تفسیر میکنیم که ممکنه با واقعیت فاصله زیادی داشته باشن. برای مثال بیشتر ما افراد مشخصی رو هر روز در فروشگاه یا محل کار میبینیم، اما بدون اینکه با اونها ارتباطی داشته باشیم فرضیه هایی در مورد شخصیت اونها مطرح میکنیم. مثلا تصور میکنیم فردی که هر روز به کیف چرمی و کلی پرونده وارد ساختمان دادگستری میشه حتما وکیل ماهریه. اما درستی فرضیه های ما تنها زمانی ثابت میشه که به طور مستقیم با اون فرد ارتباط داشته باشیم. اما نتیجه هرچی که باشه مهم نیست، چون در نهایت به ما کمک میکنه تا اون فرد رو بهتر بشناسیم. این یکی از مهمترین ابزارهای شناختی ما برای درک دیگرانه. خوشبختانه ما این توانایی رو داریم که ساختهای فردی خودمون رو تغییر بدیم، ولی گاهی اوقات انجام این کار بسیار مشکله. تصور کنید دوستی دارید که نمیتونه خاطره آزاردهنده جدایی از شریک سابقش رو فراموش کنه. اگه اون در مورد همه انسان‌ها بدبین شده باشه و به این نتیجه برسه که انسان‌ها قابل اعتماد نیستن، هرگز قادر نخواهد بود در آینده رابطه عمیقی رو با کسی برقرار کنه. فصل دوم، شخصیت ما با 5 ویژگی اصلی تعریف میشه. ما معمولاً برای توصیف شخصیت افراد از یک سری ویژگی‌های فردی مثل غرور، سرسختی، ذکاوت و مانند اینا استفاده می‌کنیم. استفاده از ویژگی‌های شخصیتی برای توصیف رفتار سابقه طولانی داره و هنوز هم بسیار متداوله. آیا تا کنون تست شخصیت شناسی دادیم؟ انواع مختلفی از این تست وجود داره، اما اغلب روانشناسان پرسشنامه 10 سوالی شخصیت یا 10 Item Personality Inventory رو یا همون تست TIPI رو از همه معتبرتر میدونن. در هر سوال این آزمون 2 صفت وجود داره و افراد باید با دادن امتیازی از 1 تا 7 نشون بدن که تا چه حدی اون صفتها رو به خودشون نسبت میدن. نتایج این آزمون تنها جنبه شناخت فردی داره و در بعضی موارد، برای مثال در تحقیقات علمی و آموزش شخصیت شناسی به کار برده میشه. اگه به دنبال ارزیابی دقیق‌تر و کامل‌تر از شخصیت خودتون هستید، میتونید از ویرایش نهایی تست 5 عاملی شخصیت به نام NeoPIR که توسط پاول کاستا و رابرت آر مکری طراحی شده استفاده کنید. نسبت دادن یک ویژگی به یک فرد بر این فرض استواره که اون فرد افکار، احساسات و رفتارهای نسبتاً ثابتی داره که او را از دیگران متمایز می‌کنه. با وجود این، هر دو آزمون نامبرده بر این اساس پایه‌ریزی شدن که شخصیت یک فرد بر 5 عامل بزرگ استواره. این عوامل تعیین می‌کنن که هر کدوم از ما به چه صورت نسبت به دنیای اطراف خودمون واکنش بدیم. این دو آزمون با دیگر آزمون‌های شخصیت یک تفاوت اساسی دارن. این آزمون‌ها عوامل 5 گانه شخصیت افراد رو در یک طبقه خاص مثل افراد برونگرا یا وظیفه‌شناس قرار نمیدن، بلکه طیفی از یک ویژگی‌های فردی رو معرفی می‌کنن که همه افراد درون اون قرار می‌گیرن. در مجموع اغلب ما در میانه یک طیف قرار داریم، اما برخی افراد به یکی از 2 سمت این طیف گرایش بیشتری دارن. اولین مورد عامل وظیفه شناسی است، یعنی توانایی نظم، تعهد و ثابت قدم موندن در رسیدن به اهداف. بر اساس تست TIPI، افرادی که از سطح وظیفه شناسی بالایی برخوردارن بیشتر اوقات به موفقیت‌های تحصیلی و یا علمی زیادی دست پیدا می‌کنن. اونا می‌دونن که چطور سخت تلاش کنن، کارهای خودشون رو به موقع انجام بدن و از تلف کردن وقت در شبکه‌های اجتماعی خودداری می‌کنن. عامل بعدی توافق پذیر است و به این مربوط میشه که فرد چقدر صمیمی، دوست داشتنی، همدل و حامی دیگرانه. در موقعیت‌هایی که افراد در کنار یکدیگر قرار می‌گیرن، توافق پذیری یک ویژگی شخصیتی بسیار قابل قبول و مورد انتظاره. این ویژگی یکی از اولین صفت‌هایی است که دیگران در دیدارهای نخست به دنبالش می‌گردند. تحقیقات نشون داده که افراد دارای توافق پذیری بالا معمولاً حقوقهای خوبی دریافت نمی کنند. اما این به این معنی نیست که با بیرحم بودن در روابط خود تو کارتون پیشرفت خواهید کرد، یا اینکه اگه کاملاً با دیگران صمیمی باشید احتمال پیشرفت شغلی شما پایینه. در حقیقت
سطح ایدئال توافق پذیری در محل کار جایی بین این دوتا حالت قرار میگیره. فصل سوم، روان رنجوری، تجربه پذیری و برونگرایی عوامل باقی مانده از 5 عامل بزرگ شخصیت هستند. بعد از وظیفه شناسی و توافق پذیری، عامل مهم بعدی روان رنجوری یا سرشت مضطربه. این عامل تعیین میکنه که فرد چقدر در برابر تهدیدها و خطرها از خودش حساسیت نشون میده. هزاران سال پیش نیاکان ما نیز روان رنجوری رو تجربه کردن، چون به اونها کمک میکرد که در شرایط پرخطر زنده بمونن. اونا نیاز داشتن که همیشه برای مواجهه با خطراتی مثل حمله ببرهای دندان خنجری هوشیار باشن. عامل ضروری چهارم، تجربه پذیری، اینکه فرد چقدر از ایده ها، مکان ها و انسان های جدید استقبال میکنه. تجربه پذیری پیوند تنگاتنگی با هنر داره. افرادی که دارای سطح بالایی از تجربه پذیری هستن معمولا به موسیقی، فیلم، سفر یا هر چیز دیگه‌ای که حس کنجکاویشون رو تقویت کنه علاقه دارن. تجربه پذیری عامل مهمی برای موفقیت در کارهایی است که به خلاقیت و نوآوری نیاز داره. آخرین عامل از عوامل پنجگانه شخصیت برونگرایی است. افراد برونگرا در همه جا حضور دارند. اونا کسایی هستن که برای واقعیت‌های دنیای بیرون در مقابله با احساسات درونی ارزش بیشتری قائل میشن. به عنوان مثال، فردی که صدای آهنگ ماشین خودش رو زیاد میکنه تا سلیقه موسیقیای خودش رو به رخ همه بکشه، احتمالاً برونگراست. از نظر روابط دوستانه یا وظایف کاری، افراد برونگرا کمیت رو به کیفیت ترجیح میدن، در حالی که افراد درونگرا کاملا خلاف اینا فکر میکنن. این موضوع ممکنه همزیستی این دوتا گروه رو مشکل کنه. همونطور که دیدیم کاملا مشخصه که نمره افراد در هر یک از این طیف‌های شخصیتی بر جنبه‌های اصلی زندگیشون، یعنی سلامت، شادی و موفقیت فردی تأثیر بذاره. علاوه بر این، تحقیقات علمی به روشنی نشون میدن که هر یک از این عوامل پنجگانه یک جنبه ژنتیکی داره و حدود 50% از تفاوت‌های افراد در این 5 ویژگی اصلی ناشی از همین مسئله ژنتیکه. فصل 4، ویژگی‌های آزاد به ما اجازه میدن تا خودمون رو از 5 عامل بزرگ جدا کنیم. 5 عامل بزرگی که در فصل قبل باهاشون آشنا شدین در طول زندگی یک فرد کمابیش ثابت باقی میمونن. در مقابل ویژگی هایی وجود دارن که آزاد بوده و با کسب تجربه های جدید تغییر می کنند. قبل از اینکه بخوایم مفهوم ویژگی های آزاد رو درک کنیم، باید به سه منبع اصلی شخصیت انسان توجه کنیم که 2 مورد از اونها ثابت و 1 مورد دیگه تغییر پذیره. اولین منبع شخصیت زیستی است، یعنی در نتیجه فعالیت های زیستی انسان تولید میشه. این منبع به عواملی مربوط میشه که ریشه در ویژگی‌های ژنتیکی و ساختار مغز ما دارن. ما با این صفت‌ها به دنیا میاییم و به همین دلیله که حتی نوزادان هم با ویژگی‌های شخصیتی خاص خود متولد میشن. منبع بعدی شخصیت جامعه شناختی است. همین ویژگی‌هایی که بر اساس محیطی که درش بزرگ شدیم به شما آموزش داده شده. برای مثال در آسیای شرقی به کودکانشون یاد میدن به اعضای گروه اجتماعی خود شبیه بشن، در حالی که کودکان آمریکایی یاد میگیرن که متفاوت باشن. منبع سوم به انگیزه های شخصی و منحصر به فرد ما مربوط میشه. اینکه چه اهداف شخصی در رفتارهای ما نهفته است. شخصیت انسان هم یک واقعیت درونی دارد و هم یک واقعیت بیرونی. واقعیت درونی کاری است که میخوایم انجام بدیم و واقعیت بیرونی تصویرهایی هستند که به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه برای دیگران ایجاد میکنیم. پیوند بین این دو واقعیته که شخصیت ما رو میسازه و به چالش میکشه و دوباره از نو میسازه. وقتی ما این پیوند رو بررسی کنیم، رفتارهای عجیب زیادی رو میتونیم مشاهده کنیم. منبع سوم شخصیت همون ویژگی های آزادی است که در ابتدای بخش بهش اشاره کردیم، یعنی جنبه های از شخصیت ما که تغییر پذیره. این ویژگی ها تعیین میکنه که روز خودمون رو چطور بگذرونیم.
از تصمیمهای ساده مثل رفتن به فروشگاه گرفته تا انجام کارهای بزرگی مثل کمک به محیط زیست. وقتی ما برای رسیدن به اهداف خودمون تلاش میکنیم، خودمون رو از ویژگی‌های ثابت جدا میکنیم و ویژگی‌های آزاد رو به کار میبریم. ویژگی‌های آزاد ما رو به کارهای تشویق میکنن که خارج از توانایی‌های شخصیمونه. به همین دلیله که یک فرد درونگرا وقتی به رشته تحصیلش علاقه زیادی داشته باشه، میتونه بر حس خجالتش غلبه کنه و برای جمعیت زیادی از دانشجوها سخنرانی کنه. ویژگی‌های آزاد کمک میکنن تا برنامه‌های مهم زندگی خودمون رو دنبال کنیم و به سرانجام برسونیم. اما اگه این ویژگی‌ها باعث بشن که دیگر ویژگی‌های مهم خودمون رو سرکوب کنیم، قطعاً میتونن به ما آسیب بزنن. روانشناسان دریافتن کسایی که جنبه‌های از شخصیت‌های خودشون رو سرکوب میکنن، بیشتر به بیماری دچار میشن. در مقابل افرادی که با خودشون راست هستن، معمولاً سیستم دفاعی قوی تری دارن. فصل پنجم. رفتار اجتماعی یک فرد به میزان نظارت او بر خودش بستگی داره. اینطور به نظر میرسه که برخی افراد همیشه شخصیت یکسانی دارن، در حالی که بعضی دیگه بر اساس اینکه با چه کسانی یا در چه موقعیتی هستن تا حد زیادی تغییر میکنن. برای مثال، آیا تو مراسم ختم آرام و متین رفتار میکنید؟ یا در مراسم عروسی شاد و پر انرژی هستید؟ یا اینکه در نظر دیگران بیش از حد کسل و بیروح به نظر میرسید؟ اگه اینطوره، دلیل این مسئله چیه؟ این به میزان نظارت افراد و رفتارش بستگی داره، مهارتی که در اصطلاح روانشناسی خودپایی نامیده میشه. کسایی که خودپایی بالاتری دارن به شدت از بافت اجتماعی خودشون تاثیر میگیرن. اونا نگرانن که دیگران در موردشون چطور فکر میکنن، پس در هر موقعیت تلاش میکنن رفتار خودشون رو با انتظارات دیگران تطبیق بدن. شما احتمالاً با کسایی مواجه شدین که توی یک روز پر جنب و جوش و صمیمین، اما روز دیگه آروم و جدی. در واقع این نوع افراد رو به سختی میشه درک کرد. در مقابل افرادی که خودپایی کمتری دارن از محیط اطراف خودشون کمتر تأثیر میپذیرن و اساساً بر اساس ویژگی‌های شخصی خود رفتار میکنن. ممکنه دوستی داشته باشه که در همه مواقع یکسان رفتار میکنه. این نوع افراد حتی ممکنه سرسخت و انعطاف ناپذیر به نظر برسن. اینکه خودپایی بالایی داشته باشید یا پایین بر روابط عاشقانه شما هم تأثیر میذاره. تحقیقات نشون داده که در مواجهه با یک شریک زندگی احتمالی، افراد دارای خودپایی بالا بیشتر به ظاهر و ویژگی‌های فیزیکی طرف مقابل توجه می‌کنند، در حالی که افراد دارای خودپایی پایین بیشتر به ویژگی‌های شخصیتی و باورهای اون فرد علاقه‌مند هستند. به همین دلیل افرادی که نظارت کمتری بر خودشون دارن در روابط عاشقانه تعهد بیشتری دارن، چون تأثیر کمتری از محیط اطراف خودشون میگیرن و از ثبات شخصیتی بیشتری برخوردارن. در مقابل کسایی که خودپایی بالایی دارن احتمال بیشتری داره که در روابط خود دست به خیانت بزنن. ممکنه بپرسید که چطور تشخیص بدیم که به کدوم یکی از این دو گروه تعلق داریم؟ اینکه قبل یا بعد از مزه کردن غذاتون بهش نمک بزنید جواب این سوال رو مشخص میکنه. یک روانشناس آمریکایی در ایالات متحده به نام مارک اسنایدر دریافت که معمولاً افراد دارای خودپایی بالا ابتدا استیج خودشون رو امتحان میکنن، چون میخوان وضعیت واقعیشو ارزیابی کنن، ولی افراد دارای خودپایی پایین به سلیقه شخصیشون تکیه میکنن و به همون اندازه که همیشه دوست دارن به استیج خودشون نمک میزنن. این افراد در تصمیم گیری های خود به جای اینکه به دیگران و موقعیت های بیرونی توجه کنن، بیشتر به تمایلات درونی خودشون رجوع میکنن و به همین دلیل همیشه رفتارهای مشخصی از خودشون بروز میدن. حالا طبق عادت نمک زدن به غذا، شما جزء کدوم شخصیت هستید؟ نویسنده معتقده که افراد دارای خودپایی بالا احتمالاً علاقه بسیار زیادی به گوگل دارن. ابزار جستجوی گوگل بهشون اجازه میده پیش از اینکه در موقعیتی قرار بگیرن که براشون مهمه در موردش تحقیق کنن تا با وضعیتی مبهم روبرو نشن. فصل ششم. اگه
توهمات خودت رو به درستی مدیریت کنی، میتونی سلامت خودت رو بهبود ببخشی. همونطوری که گفتیم، تعامل بین شخصیت درونی ما و موقعیت‌های بیرونی شخصیت و زندگی ما رو شکل میده. اما دو تا سوال مهم وجود داره. آیا در نهایت سرنوشت ما توسط اعمال شخصیمون مشخص میشه یا توسط نیروهای فراتر از کنترل ما؟ و اگه تصور کنیم که بر اتفاقات زندگی خودمون تسلط داریم، آیا این باور فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟ با سوال اول شروع میکنیم. فکر کنید تا چه اندازه سرنوشت ما تحت کنترل خودمونه؟ این یکی از سوالاتی است که پاسخ‌های ضد و نقیضی در موردش وجود داره و همچنان مورد بحثه. روانشناسان اطلاعات مهمی در مورد جنبه‌های فنی و فلسفی مسئله به دست آوردن، اما متخصصان حوزه شخصیت نگاه متفاوتی به این مسئله دارن. چیزی که برای اونها اهمیت داره تأثیر باورهای شخصی فرد بر روی سلامت اوست. اونا معتقدن که افراد دو دیدگاه اصلی نسبت به این مسئله دارن. برخی افراد بر این باورند که کنترل زیادی بر زندگیشون دارن و شانس و سرنوشت نقش کمی در زندگی اونها بازی میکنه. اما بعضی دیگه فکر میکنن که زندگیشون تا حد زیادی تحت کنترل نیروهای بیرونی. باور به این مسئله که زندگیتون تحت کنترل خودتونه مزیت‌های فیزیکی و روانی مشخصی داره. تحقیقات نشون داده که کسایی که در خونه سالمندان زندگی میکنن، وقتی خودشون فعالیت‌های روزانه خودشون رو برنامه ریزی میکنن، خوشحال‌ترن و بیشتر عمر میکنن. یکی از تحقیقات معروف روانشناسی اجتماعی به خوبی نشان داده که افرادی که با نوعی توهم کنترل زندگی میکنن، قدرت تصمیم‌گیری بهتری دارن. تصور کنید که در یک آزمایش شرکت کردید و قرار تشخیص بدید آیا دو خطی که به شما نشون میدن هم اندازه هستن یا نه. در کنار شما 5 شرکت کننده دیگه هم قرار داره و شما باید بعد از شنیدن قضاوت اونها نظر خودتون رو بیان کنید. چیزی که شما نمیدونید اینه که اونها شرکت کننده واقعی نیستن و بهشون گفته شده که باید پاسخ اشتباه بدن. فکر کنید اگه دو خط هم اندازه نباشن و شما ببینید که دیگر شرکت کننده ها اون دو خط رو هم اندازه میدونن، پاسخ شما چه خواهد بود؟ افراد بیشتر تمایل دارن که با نظر جمع موافقت کنن، حتی اگه اونها به طور واضح متفاوت باشن. این همون چیزی بود که در اون آزمایش اتفاق افتاد. اما آزمایش‌های بیشتری نشون داد که گروهی از افراد وجود دارن که به سختی از نظر گروه تأثیر می‌پذیرن. این افراد همون کسایی بودن که باور داشتن زندگی اونها تحت کنترل خودشونه. اونها از قضاوت اطرافیان متعجب شدن، اما بدون هیچ تردیدی نظر شخصی خودشون رو در مورد اون تصاویر بیان کردن. به نظر شما یا داشتن این تصور که بر اتفاقات زندگی خود تسلط داریم میتونه به سلامت ما کمک کنه؟ هر کسی در مورد خودش تصورات مثبتی داره. برای مثال اغلب مردم فکر میکنن که حس شوخ طبعی بیشتری در مقایسه با دیگران دارن یا از همسالان خود فعال ترن. اما از نظر آماری ممکن نیست که بیشتر افراد یک جامعه عمل کردی بالاتر از سطح متوسط داشته باشن. حتی اگه اونا اشتباه فکر کنن، برخی از این توهمات برای سلامت ذهنی اونا خوبه. افراد افسرده رو در نظر بگیرید. یکی از عوامل افسردگی اینه که فرد کاملا آگاهه که توانایی کنترل زندگیش رو نداره. این باور که او تا حدی میتونه اوضاع رو کنترل کنه به کاهش افسردگیش کمک میکنه. اما این به این معنی نیست که باید کورکورانه تسلیم باورهای خیالی خود بشیم. در عوض باید در زبان مناسب از اونها استفاده کنیم. وقتی میخوایم در مورد چیزهای مهمی مثل شغل یا همسر تصمیم گیری کنیم، توهمات میتونه به تصمیمهای نادرستی منتهی بشه. پس بهترین کار اینه که در این مواقع واقع بین و منطقی باشیم. سپس زمانی که وارد کار ثابتی شدید یا رابطه رو شروع کردید، داشتن نگاهی مثبت کمک میکنه که افکار منفی رو از ذهن خودمون دور کنه. باور به اینکه کارها خوب پیش میره میتونه در عمل به بهتر شدن اوضاع کمک کنه. فصل 7. شخصیت شما تعیین میکنه که چطور با استرس مقابله کنید. روانشناسا میگن افراد به این خاطر دچار استرس میشن که برنامه روزانه‌شون متوقف میشه.
به دلیل داشتن ویژگی های شخصیتی متفاوت واکنش افراد به این وقفه ها هم متفاوته. مقاومت یک فرد در برابر استرس به میزان سرسختی اون فرد بستگی داره. سرسختی خود از 3 تا بخش تشکیل میشه: تعهد، کنترل و چالش. در دهه 1970 محققان بر روی گروهی از کارکنان یک شرکت که در حال تغییرات ناگهانی و شدید بود مطالعه انجام دادن تا ببینن که اونها در برابر استرس چه واکنشی از خودشون نشون میدن. نتایج این مطالعه شگفت انگیز بود. 2/3 کارکنان شرکت علائمی داشتن که نشون میداد وضعیت سلامتی و عملکردشون رو به افوله، اما به نظر میرسید که 1/3 باقی مانده با چالش های جدید کنار اومدن و هیچ آسیبی ازش ندیدن. به عقیده شما این دو گروه چه تفاوتی با هم داشتن؟ کسایی که عملکرد مثبتی داشتن در تعهد، کنترل و چالش نمره بالایی گرفته بودن. اونها به مسئولیت روزانه خودشون متعهد موندن، حتی زمانی که مسئولیت ها در حال تغییر بود. اون افراد به جای اینکه خودشون در برابر تغییرات جاری منفعل و ناتوان جلوه کنن، حس میکردن که کنترل زیادی برای اونها دارن و در نهایت اونها نگاه مثبتی به چالشی که باهاش مواجه شده بودن داشتن. به جای ترسیدن از تغییرات شرکت، توجه خودشون رو به فرصت‌های جدیدی که این تغییرات در اختیارشون گذاشته بود معطوف کردن. با وجود این ممکنه که این ویژگی‌ها در افراد بیش از حد قوی باشه. کسایی که بیش از اندازه متعهد هستن یا از هر نوع چالش استقبال می‌کنن بیشتر دچار بیماری میشن. به عنوان نمونه بر اساس نظریه میر و ری روزمن، افراد به 2 تیپ شخصیتی A یا B تعلق دارن. افراد تیپ شخصیتی A بسیار پر انرژی، رقابتی، بلند پرواز و عملگرا هستن، اما افراد تیپ B آروم، صبور، متعادل و ثابت قدمن. نویسنده معتقده که از بین این دو گروه افراد تیپ A تعلق خاطر زیادی به 3 ویژگی تعهد، کنترل و چالش دارن و این ممکنه که بهشون آسیب بزنه و اونا رو درگیر بیماری ها کنه در آینده. وقتی کنترل اوضاع از دست افراد تیپ A خارج میشه، به عزت نفسشون لطمه وارد میشه. اونا ممکنه بیش از اندازه به برنامه‌های خودشون تعهد داشته و مسائل مهم زندگی خودشون رو فراموش کنن یا در رقابت با دیگران به خودشون آسیب بزنن. همه این ویژگی‌ها میتونه به افزایش فشار خون یا دیگر مشکلات فیزیکی و روانی منجر بشه. در مجموع سرسختی یعنی 3 ویژگی تعهد، کنترل و پذیرش چالش برای فرد هم فواید زیادی داره و هم میتونه مشکلات جسمی و روانی رو به وجود بیاره. با این حال وقتی بتونید این ویژگی ها رو در وجود خودتون به تعادل برسونید، بهترین نتیجه رو خواهید گرفت. سخن پایانی: شخصیت ما انسان ها بسیار پویاست. ویژگی های مشخصی وجود داره که در طول زندگی ما ثابت باقی میمونه. برای مثال وظیفه شناسی، توافق پذیری، روان رنجوری، تجربه پذیری و برونگرایی. این جنبه های پایدار شخصیت بر سلامت، شادی و موفقیت ما در زندگی تأثیر میذارن. اونا غالبا جنبه ژنتیکی و اجتماعی دارن. یعنی برای مثال ما با میزان مشخصی از حس وظیفه شناسی به دنیا میاییم و در طول زندگی نیست این ویژگی به ما آموزش داده میشه. اما شخصیت انسان پیچیده‌تر از اونه که به همین عوامل ژنتیکی و اجتماعی ختم بشه. ویژگی‌های دیگری هم هست که ریشه در باورها و اهداف ما داره. این ویژگی‌ها یک تفاوت اساسی با عوامل 5 گانه‌ای که نام بردم دارن. اونها آزاد هستن و به ما کمک میکنن تا ویژگی‌های ثابت خودمون رو تغییر بدیم. درست مثل یک شخصیت درونگرا که در برابر گروهی از افراد یک سخنرانی مهیج رو ارائه میده. روانشناسان شخصیت معتقدند برای کنترل استرس ضروریه که ویژگی‌هایی مثل تعهد، کنترل و پذیرش چالش‌ها رو تا حد مشخصی در خودمون تقویت کنیم که به ما آسیبی وارد نکنن. همچنین در زمان مناسب مثبت‌اندیش باشیم و نسبت به اتفاقات اطراف خودمون خوشبین باشیم. با این کار در این حال که سلامت جسمی و روانی خودمون رو حفظ می‌کنیم، عملکرد بهتری هم خواهیم داشت.
توصیه نهایی ما اینه که علایق خودتون رو دنبال کنید، خودتون رو به کارهای مشغول کنید که واقعا بهش علاقه داشتین و احتمال بیشتری برای موفقیتتون تو اون کارها وجود داره. به این ترتیب میتونید به زندگی خودتون معنا ببخشین و این خود بخش مهمی از خوشبختی ایدالی هست که به دنبالش هستین. امیدوارم که از شنیدن این کتاب زیبا لذت برده باشید. تا کتاب دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. زهرا ملک محمدی از کانال آموزش انگیزشی لیلا ماجویا. کتاب‌های صوتی از کانال لیلا ماجویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم.